محلی در کردستان میگویند به دنبال جانباختن نسرین قادری دانشجوی مریوانی در تهران، نیروهای امنیتی در انتقال پیکر و برگزاری مراسم توسط خانوادهش اختلال ایجاد کرده و به سوی معترضان در این مراسم تیراندازی کردند. همین سیدی همراه ما، تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا. آقای سیدی، 8 هفته است که از اعتراضات مناطق کردنشین میشنویم و میگذره، از بازداشتی‌های بی‌آمار، از کشته شدگان جوان. چرا حکومت در این منطقه با این خشونت عریان دست به سرکوب معترضان میزنه؟ بله، واقعا هرچند آمار کشته شدگان کم کم دیگه بی‌آمار نیست، امروز گفته شد بیش از 50 نفر در کردستان در اعتراضات 8 هفته اخیر کشته شدن، انجام باختن. حقیقتش به خاطر دلایل متعدد، اولا آغازگر این حرکت در کردستان بود، مثلا همین ممانعت برای تشییع جنازه مرحوم نسرین قادری برای این بوده که نخواستن چیزی شبیه تشییع جنازه زنده یاد جینا امینی تکرار بشه. ولی دیگه کار از این گذشته. در کردستان مردم بیشترین هماهنگی رو با هم دارن، بیشترین کار گروهی رو، بهترین کیفیت کار گروهی رو دارن، در ارگان‌های مختلف با هم هماهنگ هستند، معلمان، کارگران، اقشار مختلف و همچنین نقش بسیار مهمی که کردستان، احزاب کردستان داره، باعث شده که از یک سو میزان حساسیت جمهوری اسلامی به این منطقه و متعاقباً میزان سرکوب بیشتر باشه و از سوی دیگر کردها هم در کردستان واقعا کوتاه نمیان. مثلا شهر سنندج الان میتونم بگم که 50 و چندمین شب اعتراضی خودش رو داره سپری میکنه. چه شد که اعتراضات مناطق کردنشین به این سطح رسید؟ مردم در این حال که کشته میدن، سرکوب میشن، بازداشت میشن، اما همچنان پا بر جا در خیابان هستن، همطور که شما هم بهش اشاره کردید، دست خالی مبارزه میکنند. ببینید، اگر نخواهیم زیاد به عقب برگردیم، چون تاریخ نزاع میان جمهوری اسلامی و کردستان به اسفند سال 57 برمیگرده، یعنی از همون یک ماه، کمتر از یک ماه بعد از انقلاب. اما حتی اگر ما فقط رو حوادث سال جاری شمسی، سال 1401 متمرکز باشیم، مردم کردستان فروردین سال 1401 رو با سرکوب آغاز کردند. در همین شهر اشنویه که نامش بسیار شنیده شده در این روزها، در مراسم نوروز به مردم گاز اشک‌آور شلیک شده. از 28 اسفند تا 2 فروردین در 10 شهر کردستان بیش از 30 فعال فرهنگی به خاطر برگزاری مراسم نوروز بازداشت شدند. این از آغاز سالشون بود. در اردیبهشت ماه در روز کارگر، فقط به خاطر اینکه در سنندج فریاد زده شد کارگر، معلم، اتحاد، بیشترین بازداشت‌ها و سرکوب‌ها در سنندج صورت گرفت. در خرداد ما شاهد این بودیم که مجلس طرحی رو بررسی میکنه که دست مأمورین برای شلیک بازتر باشه، طرحی که از طرف دولت ارائه شده بود. این برای کردستانی که از قبل امنیتی شده فضاش و هر روز شاهد کشته شدن مردم و شهروندان و کولبرو هستن، پیغام بسیار بسیار سختیه. مجموع این حوادث رو بذاری در کنار فقر عمومی که در ایران هست، طبعا این فقر در کردستان بیشتر هست، سرکوب عمومی که در کردستان در ایران هست، طبعا این سرکوب در کردستان بیشتر هست. مردم میبینن که فعالین فرهنگیشون، فعالین صنفیشون، معلم ها، کارگران بازداشت میشن. و جالب اینجاست، مثلا در حالی که در شهر ایلام در تابستان گذشته در عرض یک هفته 3 کارگر خودکشی میکنه، میبینیم مثلا عبدالله گنجی، مسئول روزنامه همشهری، میگه مردم تظاهر به نداری میکنن. اینا شرایط رو بر مردم به حدی که در حتی اگر حوادث تاریخی رو هم کنار بگذاریم، جمهوری اسلامی از فروردین تا شهریور با مردم کردستان در جنگ بود. حالا میبینیم از اواخر شهریور مردم هم وارد جنگ با جمهوری اسلامی شدن. آیه سیدی، اشاره کردید به اعتراضات مناطق کردنشین در ایران از ابتدای سال 1400 تا الان. در اعتراضات سراسری که خب به هر حال بخش مهمیش هم در کردستان داره الان اتفاق میفته، چه تفاوت‌های عمده‌ای میشه دید با اعتراضات پیشین، حداقل در اعتراضات چند ماه گذشته ایران کردستان؟ اولین تفاوت اینه که الان، همین الان که با هم صحبت میکنیم و مردم در مریوان، در خیابان‌ها در مبارزند، مردم در تهران شعار حمایت از کردستان سر میدند.
این اتفاق نادریه که در تاریخ 41 سال گذشته سابق نداشته. میشه گفت که مردم ایران از مبارزات کردستان الهام گرفتن، شعار اصلی مبارزه زن زندگی آزادی از کردستان اتخاذ شده. به نظر من همه اینا به ما میگه که اولا این بار کردستان تنها نیست، دوما نقش پیشرو و اوانگارد کردستان پذیرفته شده، سوما از کردستان الهام گرفته میشه، چهارما واقعا تمام آنچه که در قبل گفته میشد، تجزیه طلبی، آشوبگری، تروریسم، ضد انقلاب، آن آنکایی که از طرف حاکمیت به مردم کردستان زده میشد، هیچ کدوم دیگه در میان مردم ایران واقعا خریداری نداره. مجموعه این تحولات به ما میگه که جمهوری اسلامی با چالشی مواجه شده که در 41 سال اخیر سابقه نداشته. به نظر من آن اتحادی که الان میان همه طیف‌های مردم ایران هست با آن چه که عرض کردم توطئه‌های جمهوری اسلامی خونسا شده، باعث شده که جمع‌بستن این اعتراضات برای جمهوری اسلامی میتونم بگم غیر ممکن شده. همین سیدی همراه ما بود، تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا.